تروسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس در ارتباط با ما همراه شدن. وقتتون بخیر خانم صادقی. گزارش‌های منتشر شده که نشون میده عراق پیشنهاد ایران برای استفاده از ارز مشترک جهت پرداخت بدهی‌های این کشور به ایران رو رد کرده. چه جزئیات بیشتری داریم از این خبر؟ دقیقاً همینطوره. ظاهراً اونطور که با جزئیات یک سری از رسانه‌ها این گزارش‌ها رو که فاش کردن، منتشر کردن، این رو نشون میده که همینطور هم نشر کردن که تیم ایران، یعنی تیمی که همراه مسعود پزشکیان بودن در جلسه‌ای که با دولت عراق داشتن و در اون وزیر خارجه عراق حضور داشته، طرف عراقی رو تحت فشار قرار دادند برای پرداخت بدهی‌های گازی که در چند سال گذشته حالا به یک مشکل جدی بین دو طرف تبدیل شده بوده. اما مسئله اینه که در تمامی گزارش این رسانه‌ها تأکید شده که طرف عراقی زیر بار این فشارها نرفته. این جلسه 40 دقیقه تایمش بیشتر طول کشیده از زمانی که در نظر گرفته شده و همچنان دو طرف در حال گفتگو بودند. ظاهرا در اونجا طرف ایرانی و تیم همراه آقای پزشکیان پیشنهاد کردن همانطور که طرحی که در حال حاضر با روسیه دارن پیش میبرن و از ارز مشترک استفاده میکنن، از این راه استفاده بکنن که بتونن فرار بکنن به نوعی از تحریم‌های آمریکا. اما مجدداً فؤاد حسین وزیر خارجه عراق تأکید کرده که شما تحت تحریم هستید، اگر ما ارز مشترک با شما استفاده بکنیم دولت عراق، بانک‌های ما تحت تحریم قرار می‌گیره، ارز دینار عراقی ارزشش رو از دست میده و در نتیجه ما در این رابطه هیچ کاری فعلا از دستمون بر نمیاد. منتها مجدداً برای اینکه ظاهر، خب اینو می‌دونیم که در سال‌های گذشته هم به طور مداوم تکرار شده، آره دولت عراق همیشه وعده داده، گفته که ما پیگیری میکنیم. در این جلسه هم شخص فؤاد حسین گفته که ماه آینده در عمان یک کنفرانس اقتصادی برگزار میشه، اونجا میریم با دیگر کشورها صحبت میکنیم، از اونجا هم سعی میکنیم با طرف آمریکا یک ارتباطی رو برقرار بکنیم، مجددا پیام شما رو به اونها برسونیم و ببینیم که آیا میتونیم در این زمینه راهی رو پیدا بکنیم یا نه. اما در مرحله کنونی دولت عراق زیر بار نرفته و حاضر نشده که تحریم های آمریکا رو به خاطر منافع، به خاطر جمهوری اسلامی ایران در واقع زیر پا بذاره و منافع خودش رو مورد با آمریکا تحت تحریم قرار بده. پزشکیان در یک سفر تاریخی به اربیل کردستان عراق رفته. آیا باید شاهد تغییرات راهبردی در روابط جمهوری اسلامی کردستان عراق باشیم؟ اقلیم کردستان عراق با ایران 650 کیلومتر مرز مشترک دارن. فقط در سال جاری 40% واردات یا به اصطلاح صادرات ایران به عراق به اقلیم کردستان عراق بوده. در نتیجه اونجا منطقه برای جمهوری اسلامی ایران مهمه. اما یک نکته خیلی مهمه که این دید رسانه‌های عراقی اقلیم کردستان عراق نسبت به این سفر بوده. حداقل دو شبکه مطرح تلویزیونی با مقامات گروه‌هایی که جریان‌های سیاسی که قرار امروز با آقای پزشکیان دیدار بکنن، یک این سوال رو پرسیدن که آیا سفر پزشکیان این تضمین رو خواهد داد به مردم اقلیم کردستان اگر مجدداً با اسرائیل به مشکل بر بخورن، موشک‌هاشون رو توی اقلیم کردستان عراق فرود نمیارن. هیچ کدوم از این مقامات که امروز قراره با آقای پزشکیان دیدار بکنن پاسخی برای این سوال نداشتن. نگرانی همچنان در شبکه‌های اجتماعی از سمت مردم اقلیم کردستان عراق داریم می‌بینیم که تغییری از دید اونها ایجاد نمی‌کنه. جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران همچنان می‌تونه اون منطقه رو مورد تهدید قرار بده. در نتیجه بیشتر ناظران از این زاویه نگاه کردن به این مسئله که سفر پزشکیان به دو دلیل می‌تونه باشه. یکی اینکه مجدداً مورد تهدید قرار بده یا تحت فشار قرار بده مقامات اقلیم کردستان، یک به خاطر روابطی که همچنان با آمریکا و کشورهای غربی دارن و این خوشایند جمهوری اسلامی ایرانی است، و دوم این که این توافق امنیتی که در رابطه با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران هستش، این که باید به طور کامل اجرایی بشه و در نتیجه نگاه همه ناظران در عراق و حتی رسانه‌ها اینه که بیشتر این سفر در رابطه با مسائل امنیتی، بررسی مسائل امنیتی با اقلیم کردستان عراق هستش. سپاسگزارم از شما تروسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما بود.